من یه لحظه اگر اجازه بدید، ارفان جان من شما رو اینوایت کردم ولی نمیتونم شما رو ببینم. خب حالا بالا اومده. اگر اجازه بدید من ارفان گرامی رو میگیرم در میان سخنان با اجازه از تیام، بهادر و شیرین بانو. جناب خانه فرد در خدمتتون هست. عرض ادب و احترام دارم میلاد جان، خیلی ممنون. سپاس از بقیه دوستان، من وقت جلسه رو نمیگیرم. فقط یک نکته رو میگم و اونم اینه که طرح اداره امنیت برای فلج کردن جنبش ملی علیه رژیم ملاها کم کم از دید خودشون به ثمر نشست، ولی روسفید داستان فکر کنم گفتمان پادشاهی خواهی بود. در طی 3 سال گذشته نهادهای امنیتی داخل ایران خواستن چند نفر رو هدایت کنن، سناریو خبرسازی دروغ صرفا به خاطر اینکه سرمایه اجتماعی کاذب براشون بسازن، افرادی که دانش سیاسی نداشتن، و این بازی‌های امنیتی راه افتاد برای اینکه فعالان پادشاهی خواهی رو تا میتونن از دور خارج بکنن. طرح چهره سازی مال اصلاح طلبان و مال وزارت اطلاعات و مجاهدین خلق هم چیزی دور از ذهن نیست و یکی از اون افرادی که تو هلند و سرش به مجاهدین خلق مربوطه و آمار تولید میکنه شب و روز و یک سرش در کمپ آلبانیه، از اونجا بگیرید تا اون متن دروغینی که ساخته و پرداخته شد به عنوان متن اولیه و رفت بین فعالان سیاسی داخل و خارج از کشور دست به دست میشد، یک سری اسامی رو مطرح کرده بودن به عنوان آلترناتیو و یکی از اون افراد نوریزاد بود به خاطر فیلم دروغ، سناریو ساختگی و غیره، خب رسوا شد و بعد یکی مثل قدیانی اسم مسیح علی نژاد دیده بود با داد و بیداد گارد گرفت و یه شکاف عقیدتی باعث پدید اومدن یک سری چالش هایی شد و یک سری افراد از اون گردونه خارج شدن، مثل نرگس محمدی، مثل رجایی و عبدالفتاح سلطانی و غیره. و بعد پارسال که ماجرای خوزستان چیز شد، یک سری افراد مثل قارچ ظاهر شدند، یک سری وبسایت هایی درست شد، دنبال یارگیری بودن با نیروهای سایبری، هشتگ های ساختگی صرفا برای شناسایی، و یک سری خانم هایی هم که امروز موضوع پایان‌نامه شون تجزیه طلبی است و بی‌شرمانه دفاع میکنن، هم به همکاری با اداره امنیت پرداخت. اداره امنیت تمام تلاشش این بود که روایت تجزیه طلبانه بر حرکت انقلاب مردم ایران مسلط بشه. از اون سو توسط مجاهدین خلق یک تجزیه طلب منفوری مثل مهتدی رو وارد نمایش کرد. و در طی 3 سال اخیر وزارت اطلاعات، مجاهدین خلق، اصلاح طلبان روی این پروژه کار کرده. یک نقطه امنیتی از این 3 در داخل خاک امریکا عروسکگردان یه تئاتری شد. 2-3 تا زن رو آوردن به عنوان بازیگر در این تئاتر که یکیش مسیح علی نژاد بود، یکیش رو روبروش مطرح کردن به اسم نازنین بنیادی که در صورت احتمال پرچیزی جانشینی صورت بگیره. پولهای زیادی خرج شد که موضوع اقلیت‌ها مطرح بشه. شاهزاده خب نگاهش به داخل بود و مجاهدین خلق رفت به سمت اسماعیلیون و برخی از مجاهدین خلق از طریق کانادا تلاششون بر این بود که رسانه ها رو تسخیر بکنن و کردن. و این پروژه تنظیم شده وزارت اطلاعات کم کم افکار عمومی رو هدایت کرد. اسماعیلیون در این پروژه 3 ساله مطرح شد و موضوع ملیت ها، قومیت ها که مربوط به حزب توده است و ارتش سرخ در بعد از جنگ جهانی دوم که در ایران مطرح می شد، همون رو دوباره آوردن گذاشتن رو میز. پروژه دادخواهی سیاسی شد و یک چپ افراطی وابسته به کانون نویسندگان کمونیست، همین اسماعیلیون،
دستگاه اطلاعاتی انگوش گذاشت روش. وزارت اطلاعات پروژه خودش رو هدایت کرد و بخشی از پروژه رو مجاهدین خلق هدایت کرد. رابطه ارگانیک جمهوری اسلامی و مجاهدین خلق هم که اصلاح طلبان داشتن انجام میدادن و خب مثلا حسین جنتی مجاهدین خلقی برادر علی جنتی وزیر ارشاد مثلا حسن روحانی هست، یا مثلا پیمان میناچی هناچی برادر همین هناچی شهردار تهران هست، یا همین حسن شریعت مداری روزنامه کیهان برادرش مجاهدین خلق هست. پس بنابراین تروریست های مجاهدین خلق روی دیگه سکه داستان هستن و اینها اومدن و بالاخره علناً به همه گفتن که وزارت اطلاعات یه اشراف اطلاعاتی روی این مجاهدین خلق داره و برخی قارچای یه شبه اومد بیرون به عنوان چهره سیاسی، اما تحت کنترل داره امنیت. و اون طرح اولیه به عنوان منشور سیاسی غالب شد. وزارت اطلاعات میدونست که بدیل جمهوری اسلامی گفتمان ملیگراییه و رهبر جریان ملیگرایی هم شهریار ایران شاهزاده رضا پهلویه. پس به هر وسیله‌ای وارد شدن که این توازن رو به هم بزنن. برای همین منظور اسماعیلیون مطرح‌تر شد. اون نهاد امنیتی داخل امریکا که ترکیبی است از جمهوری اسلامی، اصلاح طلبان و مجاهدین خلق، این بازی رو جلو برد و ایران روی این متن سوار بود، نمایشنامه رو میدونست، هدایت کرد و تأکید حد اکثری روی جریان ضدیت با ایران و تجدید طلبی بود صرفاً برای اعتبار زدایی از شهریار ایران. حالا جمهوری اسلامی، مجاهدین خلق، تجدید طلبان نمایش برلین رو راه انداختن، عروسک های زیادی رو آوردن داخل این نمایش که مبادا شاهزاده پهلوی مجال بازی داشته باشه. جامعه خشمگین داخل ایران به همدیگه پیوند خورده بود و همگی می رفتن پشت سر شهریار ایران، دیگه کنترل از دست حکومت مرکزی خارج می شد. پس بنابراین تمام تلاش وزارت اطلاعات برای ساقط کردن رهبر جریان ملی که آدم خوشنامی است به اسم شاهزاده رضا پهلوی و اصلاح طلبان و وزارت اطلاعات یه تلویزیونی رو به ظاهر اپوزیسیون به اسم ایران اینترنشنال راه اندازی کردن برای کنترل افکار عمومی و این بازی همچنان ادامه داره. من ببخشید خیلی تلگرافی خواستم تحلیل رو خدمت دوستان بگم و دیگه من مزاحم دوستان نشم، بهتر بقیه بحث رو دوستان دیگه پیگیری بکنم. خیلی خیلی ممنونم ارفان جان بابت نکاتی که تلگرافی در میون گذاشتی. امروز معنی این حرف ها خیلی روشن‌تره و بر روی اون کسانی که اسم دبیر کل حزب و اینا رو خودشون گذاشتن